بسم الله الرحمن الرحیم. حضور محصلین عزیز و گرامی سلام تقدیم میکنم و امیدوار هستم که همواره صحتمند و تندرست باشین. یاد چونه فراموش نکنیم که برای جلوگیری از ویروس کرونا به خاطر حفاظت خود و جامعه خود و مردم خود و فامیل خود به توصیه های صحت عامه حتما گوش فرا دهین و اقدامات عمدر به خاطر جلوگیری از شیوع کرونا حتما روی دست بگیرین. خب عزیزان، ما صحت عمر میخوانیم و بحث ما بحث صحت عمر است، راجع به مواد غذایی و تهیه مواد غذایی، امراض ناشی از مواد غذایی. در جلسه قبل ما نکات مهمی خواندیم برای وقایع از مسمومیت های غذایی، اصول عمومی برای وقایع از آلودگی های ثانویه مواد غذایی خواندیم، بار اقتصادی که خود امراض ناشی از مواد غذایی بالای در دنیا ایجاد کرده ای را مورد مطالعه قرار دادیم، اصول عمومی نگهداری مواد غذایی را خواندیم و همچنان سیستم اداره و کنترل مواد غذایی را به بررسی گرفتیم. در این جلسه ما در مورد امراض ناشی از مواد غذایی که سبب ایجاد مسمومیت های غذایی میشه انشاءالله صحبت میکنیم که دو مرض مورد مطالعه قرار میدیم و در ختم پرزنتیشن شما عزیزان قادر خواهید بود تا امراض ناشی از غذا مثل کامپیل باکتریوزز و اشیرشیا کولی اینطور هیموراجیک این مورد مطالعه قرار بدین و توضیح بدین. خب امراض عمده انتانی ناشی از مواد غذایی یا فود بورن انفکشس دیزیز به طور کلی شامل 5 نوع مواد غذایی هست، 5 نوع امراض هست، شامل کامپیل باکتریوزز، انتانات ناشی از اشیرشیا کولی یا اشیرشیا کولای انترو هموراجیک، سالمونلوزز، کولرا و مسمومیت های غذایی که در این مبحث ما سالمونلوزز و کمپل باکتریوزز و انتانات اشیرشیا کولی انترو هموراجیک که انشاءالله مورد مطالعه قرار میدیم. البته در این پرزنتشن شاید دو بحث بشه و در پرزنتشن بعدی باز ما انشاءالله سالمونلوزز بخوانیم. خب کمپل باکتریوزز، خود کمپیلوباکتر خود از او یک نوع باکتری است که سبب انتانات ماهی میشه. البته معمولا در امای حیوانات مثل پرندگان، مثل گوسفند و گاو زندگی میکنه و بیشتر در محصولات غذایی حیوانات قابل دریافت هست، مثل گوشت، مثل شیر. از اونا دیگه خود از نظر میکروبیولوژی و اشکال حلقوی و از شکل و افانوی شکل داره افتحنده میباشه که کامپیلوباکتر جوجینی و کامپیلوباکتر باکتر کولی بیشتر سبب انتانات هضمی میشه. اصاف مرض خود کامپیلوباکتر یکی از اسباب عمده اصالات ناشی از غذا در نزد انسان ها هست و اسباب گاستروانترایتیس یا AGE نزد افراد در کل دنیا میشه. البته از نظر شوی اصالات بیشتر سبب اصالات غذایی نسبت سالمونلا بیشتر سبب اصالات غذایی در کشورهای پیشرفته رو انکشاف میشه و معمولا خفیف هست. مرضی که ایجاد میکنه بسیار خفیف هست، ولی در افرادی که مقاومت ضعیف دارن، در اطفال و همچنین در اشخاص مسن ممکنه کشنده باشه و علت هم دیهایدریشن و همچنین HUS همیلایتیک یورمیک سندروم هست. وقوع بالا چون قدرت شوی بسیار زیاد هست، دوام مرضی طولانی هست و همچنین اختلالات زیاد ایجاد میکنه. بسیار اینا قابل توجه است که و ایجاد میکنه که ما در قسمت حفظ و نگهداری و مصرف مواد غذایی تا جای کافی داشته باشیم تا به مرض دچار نشیم. در کشورهای روی به انکشاف در اطفال زیر 2 سال شایع هست متاسفانه و گاهی سبب مرگ میشه و ما عملا هم در بخش اطفال ما میبینیم طفلای میایم مراجعه میکنن پیش ما که اینا در واقع مصاب گاستروانتریت هستن که بیشتر از مسمومیت های غذایی ایجاد میشه و از مواد غذایی نامسئول ایجاد میشه، بیشتر از مواد غذایی بیرونی استفاده میکنن، از مواد غذایی فاسد شده استفاده میکنن و مصاب گاستروانتریت میشن که یک از جمله اسباب از کمپیلوباکتر هست. انواع کمپیلوباکتر به صورت وسیع در بین حیوانات مثل پرندگان و گوسفند و گاو و خوک و همچنین شتر، مرغ و سگ و پشک اینا وجود داره و همچنین حتی در ماهی های در حیوانات بحری مثل ماهی ها وجود داره. راه عمده انتقال از غذا به خصوص گوشت و محصولات گوشتی پخته ناشده و شیر خام یا منتن هست. آب و
یخ موندن هم سبب میشه، حتی وقتی که آب موندن باشه اگر کسان برن میشه صبح تفریح و صبح آب بازی، اگر برن و آب موندن باشه از سیستم هضمی ممکن انتحال پیدا بکنه. وقات هم دیده شده، یعنی بیشتر گفتم به دلیل التماس آب و موندن در جریان فعالیت های تفریحی بیشتر گفتم ممکنه که دیده بشه. خود کمپیلوباکتر زونوزس هست، یعنی خود منشأ حیوانی داره و از طریق حیوانات انتقال پیدا میکنه. اکثرا حیوانات ذبح شده و یا گوشت جو در اثر تماس با مدفوعی حیوان در اثنای کشتار منتن میشه و ایجاب میکنه که کشتارگاه ها و مسلخ ها باید درست نظارت و کنترل بشه تا اینکه اینا گوشت ها به مواد غایطه در تماس نباشه، و اگر در صورت که در تماس شد طبعا ما باید انتظار ایجاد مرض داشته باشیم. همچنان از اخذ گوشت خوب ناپخته شده مرغ هم راپورت داده شده با آقاط زو. از لحاظ کلینیکی شروع اعراض معمولا بین 2 الی 5 روز بعد از اخذ آنتان هست، یعنی که روی 2 الی 5 روز دوره تفریحش هست، بین 1 تا 10 روز متوسط 2 الی 5 روز گرفتن. اعراض کلینیکی شامل اسهال که بیشتر با خون در مواد غایطه همراه هست، یعنی اسهال خونی هست، دیزنتری هست، درد بطنی ایجاد میشه و شکل پیچش هست، بیشتر در نوع اطراف ناف اینا دیده میشه. سردردی و تب ممکن ایجاد بشه و تب و استفراغات هم وجود داره چون اگادس انتونی هست و شکل حاد ایجاد میشه و وایس ای جی ای میشه. اعراض به طور وصفی 3 الی 6 روز دوام پیدا میکنه و معمولا بعد از 6 روز ممکنه که مریض خوب بشه، اما در افرادی مثل اطفال همچنین اشخاص مسن و امراض جدی مثل ایدز اینا بسیار کشنده است و در صورت که مریض دوام پیدا بکنه و شکل شدید بگیره نیاز به تداوی با آنتیبیوتیک ها داره. البته در قسمت اخصی آنتیبیوتیک ما انشالله صحبت هم خواهیم کرد، بسیار باید متوجه باشیم چون آنتیبیوتیک ها اگر به شکل ناخواسته استفاده بشه علاوه بر این که فلورای طبیعی را از بین ببره، علاوه بر این که عوارض جانبی نوشی از خود آنتیبیوتیک ها ایجاد میشه، ممکنه که سبب HUS یا تشدید HUS یا هیمولایتیک یوریمیک سندروم نزد اطفال بشه. اختلالاتی که ایجاد میکنه شامل باکتریمیا که اگر دوام پیدا بکنه سبب سیپتیسیمی میشه، پانکریاتیتیس، هپاتایتیس و همچنین میسکریج یا هم خود سخت جنین ممکن ایجاد بشه. اختلالات بعد از آنتان، بعضی که آنتان که سپری میکنه ممکنه که اگر آتریت ریاکتیو آتریت ایجاد بشه نزد مریض و همچنین گلنبار سندروم ایجاد بشه. ما گلنبار سندروم یا جی بی اس در اطفال بسیار زیاد دیدیم، اینا معمولا چند هفته یا یک دو هفته بعد از اینکه شخص مصاب کمپیلوباکتر میشه این شخص تشوشات پولی مانند فلج مانند نزد رو ایجاد میشه که به شکل دو طرفه هست و به شکل پروگرسیو هست یا پیشرونده از طرف اطراف سفلی شروع میشه و تشوشات نیروژینی که ایجاد میکنه و میره طرف بالا، ممکنه که عضلات تنفسی بگیره، عضلات تنفسی مثلا فلج شد مرگ حادث میشه. از نظر تداوی مهمترین گپ جایگزین ساختن الکترولیت ها و مایعات است به خاطر جلوگیری و تداوی دیهیدریشن. البته دیهیدریشن رو باید ما تشخیص و تداوی بکنیم بر اساس اعراض و علائم، تشخیص بدیم که دیهیدریشن شدید، متوسط یا نو دیهیدریشن است بر اساس تداوی بشه و مایعات در مریض تجویز بشه. دیگه تداوی با آنتیبیوتیک های مثل اریترومایسین، تتراسکلین و کنورون ها استفاده میشه که اینها واقعات مهاجم در واقعات مهاجم استفاده میشه که باکتری به مخاط هم آنت شمله میکنه که در این حالت مریض یک کرم پربتنی بسیار شدید داره و اسهال خونی شدید داره و مریض بسیار ال و معلوم میشه تب بلند داره و در این صورت ما میتونه از آنتیبیوتیک استفاده بکنیم و همچنین در واقعات که میخوایم حالت ناقل بودن مریض را از بین ببریم و به خصوص در بزرگ سالا میتونه که از کنولون ها و یا از آنتیبیوتیک مثل تتراسکلین و ارتومایسین استفاده بکنه. از نظر وقایعی اقدامات کنترلی بسیار مهمه در تمام مراحل زنجیره غذایی از تولید تا پروسس ساخت و تهیه مواد غذایی بسیار ارزش داره، مهم هست و کاهش وقوع انتان کمپیلوباکتر در نزد تیور، یعنی ما بیم به از خود وترنر ها کمک بخوایم تا اونا تداوی بشن، خود تیور یا پرنده ها تداوی بشن. و گپ دیگه اینه که در کشتارگاه ها در مسلخ ها باید ما رفتارهای سی مناسب داشته باشن و همچنان حرارت دادن کافی غذا متد بسیار خوب و یگان متد هست برای از بین بردن کمپیلوباکتری که خود مواد غذایی منتن ساخته. خب دیگه امتحانات نشی از انترو هموراجیک اشیر شکولی یا EHCHC EHEC
سبب مریضی شدید ناشی از غذا میشه. منابع اصلی ازو شامل گوشت ناپخت، محصولات گوشتی ناپخته، شیر خام و سبزیجات ملوث هست مثل کمپیلوباکتر. در بسیار از امراض مریضی خود به خود محدود شونده است، اما ممکنه که سبب اچ یو اس هم بشه. البته اچ یو اس که ناشی از اشرشیا کولی است بسیار خطرناک هست و معمول تر است نسبت به کمپیلوباکتر، و معمولا اشخاص و افرادی که ایکولای میگیره اونا مستعد به اچ یو اس هستند یا ایمولایتی گلیومیک سندروم. خب این به حرارت حساس است خوشبختانه و با پختن مواد غذایی کاملا از بین میره. خود اشرشیا کولی به طور معمول در انواع انسان ها و حیوانات یافت میشه. مثل از انواع از غیر مضر هستن، اما شکل مضر از اونو EHEC هست، شکل هموراجیک هست. خب EHEC که هست توکسین ایجاد میکنه، بنام ویری توکسین که مشابه توکسین شکل لا هست و خود مرض در محدود حرارت 70 تا 50 درجه سانتیگراد به صورت متوسط 37 درجه سانتیگراد بهترین زمینه رشد برزو هست. گاو معمولا منبع عمده EHEC است. گوسفند و بز و اوهو هم منبع انتان هستند. در پستانداران مثل خوک و اسب و خرگوش و سگ و پرنده ها کمتر دیده میشه. انتان ممکنه که از طریق مواد غذایی منتن یا محصولات گوشتی و شیر خام انتقال پیدا بکنه به انسان، و همچنان ملوث شدن آب هم به مواد غایطه و تماس به مواد غذایی با وسایل منتن آشپزخانه هم سبب انتقال مرض میشه. از لحاظ کلینیکی خود کرمپ های بطنی و اسهالات نزد مریض ایجاد میشه، بازم اسهال خونی هست عین کمپیلوباکتر، اما ایش شدتی کمتر هست، ولی عوارضش خطرناکتر است. عوارض این مرض HUS هست، بسیار خطرناکه. امکانات تب و استفراغات ممکنه وجود داشته باشه. در تفریخ مریضی 3 الی 8 روزه و معمولا در واقع 3 الی 4 روز شکل متوسط هست. مریضان در ظرف دارو شفایاب میشن، ولی ممکنه که HUS و HUS بیشتر گفتم سبب HUS یا هیمولایتیک یوریمیک سندروم شه، که باز راجع به HUS در یک سلات بسیار خلاصه بسیار کوتاه برای شما انشالله صحبت میکنیم میگیم. البته HUS بیشتر در نزد اطفال و اشخاص مسن ایجاد میشه. مریضان که سال خونی یا کنم پای بطنی شدید دارن باید حتما پزشک و دکتر مراجعه بکنن، شفاخانه مراجعه بکنن. اگر سال خونی نداشته باشن یا کنم پای بطنی نداشته باشن نیاز به مراجعه نیست، اما در اطفال بسیار مهم است که حتما مجرد که سال پیدا میشه باید مراجعه بکنن تا اینکه دیادشن سوی دیادشن تعیین بشه، و اگر خون در مواد غایطه وجود داشته باشه دیزنتری تداوی شه. آنتیبیوتیک جزء تداوی مریضانیه به خاطر اینکه سبب افزایش خطره هیمولایتیک یوریمیک سندروم میشه. خود این هیمولایتیک یوریمیک سندروم معمولا با عدم سه پایه کلینیکی بسیار عمده داره، شامل عدم کفایت حاد کلیه، آنمی هیمولایتیک یا هیمولایتیک آنمیا و ترومبوسایتوپنیا مشخص میشه. از لحاظ کلینیکی بسیار ارزش داره. ما در 10% واقعات خود EHEC که از سبب HUS میشه و کیس فاتالیتی ریت یا در واقع میزان مرگ میرز بین 3 الی 5% هست. خود هیمولایتیک یوریمیک سندروم شاید نسبت به عدم کفایت در اطفال کم سن و سال می باشد، و اگر مریض را از بین نبره و نکشه ممکنه که اختلالات نیوروجنیک مثل اختلال استروک و کما ایجاد بکنه در 20% وقایع، و همچنان سبب تشوشات مزمن کلیوی در 50% وقایع ممکنه بشه. بنابراین بسیار توجه داشته باشین در قسمت پروسس مواد غذایی، در قسمت تهیه مواد غذایی، تا اینکه مصاب یا آلوده به انتان اشرشیا کولی هموراجیک نشه، به خاطر از اینکه بخصوص در اطفال بسیار کشنده است، ممکنه که HUS ایجاد بکنه. حتما از لحاظ سرطان‌مه شما به عنوان دکترها و عنوان کارمندان صحی باید تعلیمات صحی بسیار خوب برای خانواده ها بدیم، و خود شما هم مراعات بکنیم از غذاهایی که استفاده میکنیم کاملا صحی باشه، تا اینکه خدای نکرده اشرشیا کولی هموراجیک باز در بدن شما مداخله نکنه و از اختلالات شما در امان باشه. خب از نظر وقایع اقدامات کنترلی شامل مراحل تمام مراحل زنجیره غذایی از تولید تا پروسه ساخت و تهیه مواد غذایی در سطوح صنعتی و خانه باشه، یعنی که هم دولت باید کنترل بکنه، کشتارگاه ها رو باید کنترل بکنه، مسلخ ها رو باید کنترل بکنه، باید خود وترنر ها تربیه کافی داشته باشن. دیگه خود دولت چندین سکتور در دولت باید همکار باشن و سهیم باشن،
از زمان تولید مواد غذایی، از زمان پروسس مواد غذایی. ما خوشبختانه ما شرکت صنعتی داریم، بعضی از مواد غذایی ممکن در اینجا تهیه بشه، در اونجا ایجاب میکنه که خود ساعتمه، و فعلا ما داریم تیم داریم که از نظر ساعتمه وقتا فوقتا اونجا کنترل میکنه و نظارت میکنه، چکلیس های نظارتی دارن. و همچنین باید ما برنامه های داشته باشیم که در مارکت ها، در داخل مارکت ها به شکل منظم و بر اساس پلان برنامه های نظارتی داشته باشیم، وجود داشته باشه، و صحت محیطی در واقع برنامه ها رو تنظیم بکنه، پلان های بریزه، تا اینکه خود دکان ها و همچنین مارکت هایی که مواد غذایی عرضه میکنن، آشپزخانه هایی که مواد غذایی پخته میکنن، تالار ها اینا مورد ارزیابی قرار بگیره، آشپزخانه های مختلف، مسافرخانه ها باید مورد ارزیابی قرار بگیره، چک بشه، تا اینکه انتونات ناشی از مواد غذایی کاهش پیدا بکنه. و همچنان در سطح خانواده تمام مردم باید تعلیمات صحی از طریق رسانه ها دست از اون قرار بگیره. و گپ عمده اینه که شماها و ماها به عنوان کارمندان صحی، چه در اثنای معاینه کردن مریض ها، چه در اثنای نشست هایی که در مناطق مختلف، در مهمانی ها، در جلسات خانوادگی، در محافل، در انجمن ها اشتراک میکنیم، سر فرصت باید تعلیمات صحی در قسمت ارائه بشه، به خصوص در افغانستان. ما شما به خاطر از اینکه امراض مختلف وجود داره، امراض انتانی مختلف وجود داره، و ما مسائل بسیار زیاد داریم و سختی های زیاد ناشی از امراض مختلف، ناشی از فاکتورهای مختلفه که در واقع صحت مردم تحت تاثیر قرار میده، ما متحمل میشیم و ایجاب میکنه که حداقل در قسمت جلوگیری از شیوع امراضی که از غذا انتقال پیدا میکنه، سعی و تلاش کوشش فراوان داشته باشیم. دیگه رفتارهای سی مناسب در کشتارگاه ها سبب کاهش مرض میشه. دیگه همچنان حرارت دادن کافی غذا یگانه راه از بین بردن EHEC از غذاهای منتن هست. و گپ عمده اینه که افراد آسیب پذیر مثل اطفال و اشخاص مسن باید از خوردن محصولات گوشتی و همچنین شیر خام خودداری بکنن. محصولات گوشتی که ما مشکوک باشیم و یکی که ناپخته باشه، از اینا باید استفاده نکنن، بسیار مهم هست. و چون این آسیب پذیر هستن باید موشون متوجه گپ باشیم. دیگه شستن منظم دست ها، به خصوص کسانی که مسئولیت مراقبت از اطفال، اشخاص مسن یا افراد دارای مقاومت پایین را دارن، بسیار مهم هست. همیشه باید مادرها در وقتی میخوان طفل خود شیر بدن، وقتی میخوان غذا بدن، هم دست های خود خور و هم دست های طفل خود بشورن، به خصوص در این شرایط. و همچنان جلوگیری از تماس با آبهای آشامیدنی و تفریحی با مواد غایطه حیوانات از سبب کاهش وقوعات مرض میشه. خب در مناطق تفریحی سرباز، اگر یعنی جایی که سرباز داره، یعنی فضای آزاد است، از اونها کوشش کنن که کنترل زیادتر بشه و از رفت آمد به اونجا کوشش کنن که از رفت آمد به اونجا خودداری کنیم. و در صورتی که میرن هم باید در واقع مراقبت های جدی و اساسی در قسمت آبهای تفریحی داشته باشیم. و همچنان در جایی که اگر سونا ها هم رفته میشه، باید به صورت منظم کنترل نظارت صورت بگیره، تا اینکه آب سونا ها، آب خود حوض سونا ها در واقع چیکار شه، اینا تعویض بشه. چون شاید از لحاظ کلی به صورت کل بی ارزش و بی اهمیت جلوه داده بشه، ولی اساسا بسیار مهم هست و در جلوگیری از انتونات نوشی از مواد غذایی بسیار ارزش داره. خب این بود جلسه امروز ما. شما خدا کنه که مؤثر واقع بوده باشه. در صورتی که کدام سوال یا نظر یا پیشنهاد دارین، میشه که مطرح بسازین از طریق گروپ یا از طریق پورتال. البته در صورتی که ما به جلسه و همچنین جلسه قبل اگر صدا ما کم گرفته بود، معذرت میخوام، بخاطر از اینکه کمک ناخوشایند هست، یعنی در واقع ناخوش هستم و به هر حال التماس دعا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.